اگه یک آقایی رو پیدا کردین با یک نفر آشنا شدین که حداقل نصف این خصایصی رو که امروز صحبت خواهیم کرد در رابطش داشت ول نکنین سلام رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون خیلی موقعیت ها پیش میاد برامون که با یه آقایی با یک پسری آشنا میشیم ولی خیلی به این فکر میفتیم که آیا واقعا این شخص میتونه شخص خوبی باشه یا نه درسته که آشنا شدن برای خودش یک دوره بسیار طولانی هستش ولی اگر اون شخص اون آقا بتونه حداقل نصف این خصایص رو داشته باشه مطمئن باشین که میارزه باهاش حداقل آشنا بشین بریم که شروع بکنیم شماره یک در رو برای شما باز بکنه و یا اگه در باز هستش یا از این درایی که میچرخه میاد در رو برای شما نگه داره که احترامش رو برای شما ثابت بکنه شماره دو توی مهمونی ها مجلس یا توی رستوران صندل رو به عقب بکشه تا شما بتونیم بشینین شماره سه اجازه بده که شما اول اردر بدین شما اول سفارشتون رو بدین و بعد خودش سفارشش رو بده شماره چهار به خاطر شما هم که شده وقتی که بیرون میرین خوب لباس بپوشه وقتی با شما ملاقات میکنه به خودش برسه شماره پنج وقتی که غذا میخوره آداب غذا خوردن رو بلد باشه و بدونه که به چه شکلی شروع بکنه هماهنگ و به چه شکلی تموم بکنه شماره شیش هیچ وقت این اجازه رو به خودش نده که تلفن شما رو کنترل بکنه شما هم همینطور البته شماره هفت وقتی که حرف میزنه با شما به چشای شما نگاه بکنه شماره هشت به یاد بیاره اون چیزهایی که با هم حرف زدین میتونین سوال بپرسین میتونین کاملا بفهمین که این شخص وقتی که با شما حرف میزنه آیا دروغکی تصدیق میکنه یا نه کاملا به یادش میمونه اگه به یادش میمونه این به این معنی هستش که کاملا به حرفهایی که با شما میزنه احترام میذاره شماره نو بد دهن نباشه فوش نده ناسزا نگه این میتونه به افراد دیگه باشه میتونه وقتی که تو ماشین سوار هستین دارین رانندگی میکنه به شما نباشه به رانندگی یکی دیگه باشه ولی یادتون باشه که یک روز برای شما هم میتونه این اتفاق بیفته و اون ناسزا رو به شما بگه پس این رو یادتون نره شماره ده وقتی که توی جمعی هستین وقتی شما میخواین خارج بشین به صورت آروم هم که شده از شما بپرسه که آیا مشکلی هست یا کمکی نیاز داری یا نه مورد ریزی هسته شماره یازده وقتی که پیاده رو را, را میرید ایشون طرف خیابون را بره این یعنی اینکه که میخواد از شما محافظت بکنه شماره دوازده اگه سردتون بشه یا موقعیتی هستین که بیرون هستین جاکتش رو یا کتش رو به شما بده تا شما سردتون نباشه و گرمتون بشه گرچه در بسیاری از مواقع شاید حتی اونقدر هم سرد نیست فقط مسئله این هستش که ببینین چقدر این شخص میتونه به شما ارزش بده وقتی میریم بیرون ایشون پرداخت بکنه این قضیه بسیار از اون قضایه تریکی هستش یعنی از اون قضایه که بحث توش خیلی زیاده دوست دارم شما هم نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسین که وقتی میریم با یه آقا پسری برای اولین بار بیرون انتظار دارین خانوما انتظار دارن که پرداخت با بشه قبض از طرف آقایون یا نه انتظار دارن که خودشون پرداخت بکنن و این رو مطرح بکنین تا ما هم بدونیم که شما چی میخواین دقیقا مورد بعدی این هستش که این آقا شما رو به منزلتون آخر سر با ماشینش برسونه اگه داره رانندگی میکنه یا صاحب ماشین هستش مورد 15 هم حتما با خانواده شما آشنا بشه و این به عنوان احترام هستش یا به رسمیت شناختن هستش شماره 16 وقتی که از جای خارج میشین فرض کنید سر کار ایشون هستش شما رو تا دم در بدرقه بکنه و باهاتون بیاد بعد از هر باری که آخرین مورد یادم رفت بگم بعد از هر باری که همدیگر رو میبینین یا بیرون میرین حتما وقتی که شما رو خونه رسوند یا اون دیته اون کار تموم شد به شما زنگ بزنه و حرف بزنه فراموشتون نکنه تموم شد موردهای کوچیکی هستن ولی موردهایی هستن که حرف توش زیاد است انقدر بهم گفتین که حرف نزن زیاد دیگه حرف نزدم کامل سرتیت گفتم توضیح هم ندارم کامنت بذارین بگین که چه چیزهایی رو از قلم انداختم یا چه چیزهایی درست نبودن شما چی فکر میکنین و لطفا ویدیو رو لایک بکنین با دوستاتون شیر بکنین مثل تمام خوبی ها و از همه مهمتر برای اینکه از ویدیوهای بعدی آگاه بشین لطفا کانال رو سابسکرایب و روی اون زنگوله کوچیک کلیک بکنین تا از ویدیوهای بعدی که بنده درست میکنم خبردار بشین دوستتون دارم هر جا که هستین زندگی بکام باشه و شاد باشین برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید.